ناامنی درونی شهرها در دنیا کم نظیره. یعنی واقعا توی خیابان جوانی که میره بیرون خاطر جمع نیست که یه نفر یه دیوانه، یه مستی، یه عقده‌ای همینطور اسلحه رو به طرف اون نگیره، او رو به تنهایی در بین جمعی به قتل نرسونه. میبینید دیگه این آمار جنایت های آمریکا عجیب و غریب، اصلا یه چیز انسان گیج میشه از شدت اینها و افزایش این. حالا اینا مال مربوط به داخل آمریکاست، لکن علاوه بر اینها اون کاری که در دنیا داره انجام میده آمریکا، قتل، غارت، جنگ افروزی، ایجاد ناامنی، جزء کارهای رایج آمریکاست. امروز شما ملاحظه کنید در سوریه، در فلسطین، در یمن، جای پای آمریکا به وضوح مشاهده میشه. امروز در اینهاست، دیروز در عراق و افغانستان که هنوزم ادامه داره در بعضی از اینها، قبلش در ویتنام، قبلش در هیروشیما، همه جا در سراسر دنیا انسان آثار جنایتکاری آمریکا و غرب رو، عمدتاً آمریکا رو مشاهده میکنه. درجه بالای انحطاط فکری اونها رو هم از انتخاباشون میشه فهمید. ببینید چه افرادی، چه شخصیتهایی رو به عنوان شخص اول در آمریکا بر سر کار آوردن و در دنیا نشان میدن که دنیا اونها رو رد میکنه و تحقیر میکنه. و این آرمان شهر غرب زده ها اینجاست، این همون آرمان شهریست که غرب زده ها، حالا بعضی هم در کشور خود ما و در بعضی از کشورهای دیگه، به عنوان یک نقطه برجسته و آرمان شهر به اون نگاه میکردن. آمریکا این خصوصیات